حوالی دیماه سال 1396 مردی از طبعی افغانستان به دنبال اختلافاتی که با خانوادهش میخوره به صورت قاچاقی تصمیم میگیره تا وارد ایران بشه و برای این کار با یکی از دوستای خودش هماهنگ میشه مصطفی با کمک دوست خودش احمد موفق میشه تا به صورت ناشناخته وارد ایران بشه اما دیگه خبر نداره که قراره توی ایران اتفاقات وحشتناکی براش بیفته و اون قراره که درگیر موضوعات مختلفی بشه اونطور که این پسر خودش توی اظهارات خودش میگه گویا توی افغانستان به دلیل اینکه توی خانواده شهر شر و شیطون بوده و از اونجایی که خانوادهش خیلی مذهبی بودن و اون حاضر نبوده سنت ها آداب و رسوم و قوانین مذهبی رو بپذیره با پدر و مادرش درگیر میشه گویا این پسر با دختر خالی خودش رابطه نامشروع داشته و پدر و مادرش هم از اون جایی که از دست اون خسته شده بودن به دنبال این بودن تا این قضیه رو ثابت بکنن و این پسر رو به درد سر بندازن برای همین هم مصطفی تصمیم گرفته بوده تا از افغانستان به سمت ایران راهی بشه مصطفی به محض ورود به ایران با یکی از اقوام خودش در سمت شهریار تهران آشنا میشه و به کمک این پسر موفق میشه تا اونجا دو جا کار پیدا کنه اما از اونجایی که نمیتونه با سابکارش یا محیط کاری ارتباط نزدیکی بگیره برای همین هم فقط به صورت موقتی اونجا مشغول به کار میشه مدتی از این ماجرا میگذره تا اینکه بالاخره خودش موفق میشه تا توی یه شرکت تولیدی کفش مشغول به کار بشه این پسر توی این شرکت از اونجایی که خیلی سخت مشغول به کار بوده به چشم سابکارش میاد و مجموعه مدام به این پسر مسئولیت بزرگتری میده و حقوقش رو بیشتر میکنه دو سالی از این قضیه میگذره تا اینکه مصطفی موفق میشه تا اعتماد سابکارش رو به طور کامل به دست بیاره توی این مدت اما گویا دست به کارهای دیگه میزده و صاحب کارش بعد از گذشت این مدت از اونجایی که بهش شک کرده بوده بالاخره موفق میشه مچشو بگیره و اون رو از کار و زندگیش بیرون میندازه گویا این پسر با همسر این فرد در ارتباط بوده و یه جورایی باهاش رابطه نامشروع داشته اونطور که خود مصطفی توی اظهاراتش میگه همسر صابکار خودش کرم داشته و اون به دنبال این بوده تا مخ این پسر رو بزنه و با همدیگه رابطه داشته باشن مصطفی هم از اونجایی که بدش نمیومده برای همین هم تصمیم میگیره تا دست به این کار بزنه پلیس ما در ادامه روند ماجرا این قسمت از حرفهای مصطفی رو به هیچ عنوان قبول نمیکنه چرا که مطمئن بوده این پسر خودش با هدف و قصد دست به این کار زده مامورای آگاهی در رابطه با این قضیه تحقیقات انجام داده بودند و توی بررسی ها معلوم میشه که سابکار قبلی مصطفی و همسرش به شدت از دست این پسر شاکی بودند و حتی قصد شکایت هم داشتن ولی به خاطر اینکه دنبال دردسر نبودن بر که همین هم تصمیم میگیرن تا از شکایت دست بکشن همسر حسابکار مصطفا در اظهارات خودش به مامورا میگه که این خود مصطفا بوده که به سمت اون اومده و یه جورایی سعی داشته تا باهاش رابطه نامشرو داشته باشه اما اون به هیچ عنوان اجازه گه این کار رو نداده و شوهرش بعد از اینکه متوجه ماجرا شده این پسر رو از سر کار بیرون انداخته موضوع فقط اما به همین قضیه نبوده مصطفا بعد از اینکه از این محل از کار خارج میشه دست به کارهای دیگه ای میزنه و باعث میشه تا فاجعه ای به بار بیاد این پسر در اظهارات خودش میگه من مقصر نبودم دوستم هر شب یه دختر به خونه می آورد و اونا رو به اتاق میبرد و هر کاری که دلش میخواست رو میکرد منم همینجوری توی پذیرایی خونه مات و مبهوت میموندم و دهنم آب میافتاد از اونجایی هم که دوست دختری نداشتم نمیتونستم کاری انجام بدم و همین قضیه باعث شده بود تا حسابی عصبی بشم و حالم بد بشه دوستم هم یه جورایی رفته رفته همش به هم تیکه مینداخت و مدام به هم میگفت تو مگه دوست دختر نداری که اون رو با خودت به خونه بیاری منم برای اینکه پیشش کم نیارم بهش میگفتم که دوست دختر من خونه نمیاد و هر وقت که میخوایم رابطه داشته باشیم من به خونه اونا میرم در حالی که اصلا اینجوری نبود و من با هیچ کسی در ارتباط نبودم مصطفی میگه یه مدتی از این قضیه گذشت و ماجرا به همین شکل داشت میرفت که من نمیدونم چطور شد که وارد این خط شدم و دست به این کارها زدم نیاز جنسیمون نتونستم کنترل کنم آخر سر هم اینجوری گیر افتادم اما موضوع دقیقا از همون جایی شروع میشه که زنی به همراه شوهرش در حالی که حالش خیلی بد بوده و استرس داشته به اداره پلیس آگاهی مراجعه میکنه و توی اظهارات عجیب خودش میگه در حالی که شوهرش به خاطر شیفت کاری مجبور بوده شب رو سر کار باشه مردی به بهانه اینکه ماهانه کارگر شهرداری رو جمع بکنه زنگ در خونه ی اونا رو زده و بعد هم به همین بهانه وارد خونه شده داخل خونه به این زن تنها دست کرده و بعد از اینکه به زور با هاش رابطه برقرار کرد و بهش تجاوز کرده ها و پولهای نقدی که داخل خونه بوده رو دزدیده و از اونجا فرار کرده این زن رو هم تهدید کرده که مبادا موضوع رو به کسی بگه و وسایلی که از داخل خونه پیدا میشه باعث میشه تا این ماجرا لو بره و شوهر این زن متوجه موضوع بشه محسن همسر مریم ماجرا رو به طور کلی برای معمولا تعریف میکنه اما خود مریم در حالی که زار زار گریه میکرده توی اظهارات خودش میگه این اتفاق یکی دو روز پیش برای من افتاده و از اونجایی که ترسیده بودم و مصطفی هم از یه طرف من رو تهدید کرده بود مجبور شدم تا موضوع رو مخفی کنم اما تهم دهنده ای که مصطفی به اندام تناسلی من زده بود و بوش همچنان باقی مونده بود و از طرفی کاندومی که توی دستشویی داخل سطل زباله انداخته بود باعث شد تا موضوع لو بره مریم میگه شوهرم چند شب پیش به خاطر شیفت کاری راهی محل کار شد حوالی ساعت ده خواهرم از اونجایی که غذای مورد علاقه من رو آماده کرده بود با خودش به خونم آورد و بعد از اینکه غذا رو داد به خونش رفت من توی خونه تنها بودم ساعت حدودای دوازده و سی بود که زنگ در خونمون زده شد تعجب کردم نمیدونستم که کیه آیفون رو که برداشتم یه مردی با صدای خواهش و التماس بهم گفت که گویا کارگر شهرداری اومده که ماهانش رو بگیره من تعجب کردم تا حالا چنین اتفاقی برامون نیفتاده بود برای همین هم در رو باز نکردم اما این فرد مسرن پیگیری کرد منم برای اینکه سر و صدا ایجاد نشه و آبر و ریزی به وجود نیاد تصمیم گرفتم تا در رو باز کنم و بهش پول بدم اما اشتباه هم همینجا بود این مرد بعد از اینکه من در رو باز کردم وارد خونه شد و وقتی من رو توی راه رو دید جلوی دهنم رو گرفت و با زور وارد خونم شد بعد هم من رو بغل کرد و در حالی که دست و پا می زدم من رو به زور به اتاق خواب برد من همینطور در حال دست و پا زدم بودم که یهو از توی جیبش چاقو در آورد و گذاشت روی گلوم تهدیدم کرد و گفت که اگه تکون بخورم گلوم رو میبره. من به قدری ترسیده بودم که فقط گریه می کردم. دیگه هیچی نگفت منم فقط داشتم گریه می کردم. نمیتونستم مقاومت کنم. خودش تو همون وضعیت خیلی آروم لباسامو در آورد بعد هم بهم هم گفت که نگران نباشم و خیلی زود کارش تموم میشه به اندام تناسلیم یه چیزی مالید که بوش اتاق رو برداشت من با چشمای خودم دیدم که از کاندوم استفاده کرد از طرفی چاقو به قدری روی گلوم سنگینی میکرد که باعث شد تا گلوم زخمی بشه پلیس بررسی که انجام میده متوجه زخم روی گلوی مریم میشه مریم میگه اون نامرد بعد از اینکه کارش تموم شد طلاهای توی دستم گوشوارهام و گردنبندم رو باز کرد و همینطور که مدام به بدنم دست میزد و لمس میکرد با شیشه اتکلونی که روی میز آرایشم داشتم یه دونه به سرم زد و همین باعث شد که تا من از حال برم بعد هم وقتی به هوش اومدم دیدم که کسی خونه نیست سری لباسامو پوشیدم نمیدونستم باید چی کار کنم فردای اون شب شوهرم وقتی به خونه اومد خواست با هم نزدیکی کنه اما بدن من هنوز بوی اون تم دهنده رو میداد و نمیتونستم چنین کاری کنم شوهرم قبول نکرد و با اجبار با هم رابطه برقرار کرد متوجه موضوع شده بود اما به روم نیاورد وقتی داخل دستشویی کاندومی که اون کسافت استفاده کرده بود رو پیدا کرد و زیر تختم ظرف تموم شده تم دهنده رو دید ماجرا لو رفت و به سمت من اومد و در حالی که کتکم میزد ازم خواست تا توضیح بدم که موضوع چیه منم توی همون وضعیت که داشتم گریه میکردم موضوع رو بهش گفتم و جای رد چاقو رو هم بهش نشون دادم قرآن رو قسم خوردم و گفتم که خیانتی نکردم و چنین اتفاقی برام افتاده شوهرم هم که بهم به اعتماد داشت همراه من به اداره اومد تا ماجرا رو گزارش کنیم اون نمیخواست بیاد میترسید آبروی من بره اما من ازش خواستم بیاد تا اون نامرد رو گیر بندازیم پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه اما این گزارش برای مامورا عجیب نبوده چرا که یک هفته قبل از این اتفاق هم گزارش دیگه رو با همین مضمون مامورای اداره ای آگاهی ثبت کرده بودن قبل از مستفا و مصطفى زنی به اسم بهار که حدودا 37 سال سن داشته تنهایی به اداره پلیس آگاهی تهران مراجعه میکنه و در اظهارات عجیب خودش به مامورا میگه در حالی که جلوی یکی از مراکز خرید سمت شرق تهران در حال خرید بوده بعد از اینکه سوار ماشین میشه فردی همراه با اون سمت شاگرد ماشین میشینه چاقو رو روی گلوش میذاره و ازش میخواد که حرکتی انجام نده و بعد هم اون رو مجبور میکنه تا راه بیفته بهار میگه این فرد من رو به سمت بزرگراه پردیس برد و اونجا بعد از اینکه یه جای خلوت پیدا کرد در حالی که با چاقو داشت تهدیدم میکرد به زور به هم دست رازی کرد و سعی داشت لباسام رو در بیاره و بعد هم عقب ماشین به هم تجاوز کرد و وسایل قیمتی که توی ماشین داشتم رو با خودش برداشت و بعد هم من رو به همون حال رها کرد بهار میگه من بعد از این اتفاق اصلا حالم خوب نبود نفهمیدم که باید چی کار بکنم اول به خونه رفتم من سه سالی میشه که از همسرم جدا شدم و زندگی می کنم. بعد از اینکه توی خونه کمی آروم شدم تصمیم گرفتم تا به اداره پلیس بیام ماجرا رو برای شما تعریف بکنم من به هیچ عنوان تا به حال چنین اتفاقی برام نیفتاده بود و نمیدونم این فرد کیه اما حاضر به گذشت نیستم و از شما میخوام که این فرد رو به اشد مجازات برسونید مامورا اظهارات این فرد رو ثبت میکنن اونطور که مشخصه و در گفته های مصطفی و مریم همچنین بهار وجود داره این فرد به احتمال زیاد تبعی افغان بوده که دست به این کار زده و این دو زن رو درگیر این ماجرا کرده پلیس بعد از ثبت اظهارات بهار و مرگم به دنبال تحقیقات در رابطه با این ماجرا بوده و متاسفانه هنوز هیچ نشونه ای از این فرد پیدا نکرده پلیس آگاهی با توجه به محل هایی که این اتفاق افتاده بررسی انجام میده و توی بررسی ها متوجه میشه که متاسفانه هیچ نشونه از این فرد در دسترس نبوده و دوربین های مداربسته هم که توی محل بودن به هیچ عنوان مشرف به محل حادثه نبودن سه روز بعد از گذشته اظهارات مرگم اما اتفاق عجیبی میفته و اهالی یکی از محله های سمت تهران پارس تهران توی گزارش خودشون اعلام میکنن که مردی وسط خیابون یه دیگ گذاشته و بعد از اینکه داخل اون آب ریخته و اون آب رو به جوش آورده فردی رو داخل دیگ انداخته و در حال شکنجه دادن این فرده پلیس آگاهی بعد از ثبت این موضوع در حالی که از قضیه شوکه شده بوده سریعا تیم های عملیاتی خودش رو به این محل میفرسته تا بررسی های خودشون رو آغاز بکنن اونطور که مشخصه گویا گفته های اهالی محل که با پلیس تماس گرفته بودن حقیقت داشته مامورای آگاهی به زور موفق میشن تا فردی که داخل دیگ بوده رو از اون بیرون بکشن و شخصی که دست به این کار زده رو بازداشت و راهی اداره میکنن از طرفی فردی که داخل دیگ بوده رو با زحمت از اون خارج میکنن و از اونجایی که دچار سوختگی های شدید شده بوده اون رو راهی بیمارستان میکنن کادر درمان به محض پذیرش این بیمار متاسفانه امید چندانی به زنده بودن اون نداشتند و این فرد رو به بخش مراقبت های ویژه منتقل میکنند. هنوز به طور دقیق مشخصات این شخص مشخص نبوده و علت این ماجرا هم معلوم نبوده که چیه پلیس آگاهی اما همزمان با این قضیه فردی که دست به این کار زده رو تحت نظر میگیره و بازجویی های تخصصی خودش رو از این فرد آغاز میکنه این فرد که اسمش رضا بوده به هیچ عنوان توی اداره پلیس حاضر به توضیح نمیشه که بگه علت کاری که انجام داده چیه مامورا بازری های تخصصی خودشون و فشارهای اطلاعاتی که توی رضا پیاده میکنن نهایتا جواب میده و رضا بعد از یک هفته در حالی که حال خوبی نداشته مجبور به حرف زدن میشه این پسر میگه توقع داشتی چی کار بکنم کسی که به زور وارد خونم شده بود و به ناموس من دست رازی کرده بود باید همسزاش همین باشه و این اتفاق براش کمتره رضا در اظهارات خودش میگه من این فرد رو نمیشناسم که چه کسی و از کجا اومده اما گویا زمانی که من خونه نبودم و برای مسافرت کاری به اصفهان رفته بودم اون به بهانه کمک برای همسرم وارد خونه ما شده و بعد هم با سوء استفاده از اون و تهدید چاقو همسرم رو تنها گیر آورده و هر بلایی که دلش خواسته سرش آورده بعد هم سعی بر فرار داشته رضا میگه من دقیقا همزمان با این اتفاقات از راه رسیدم و شانس آوردم همسرم زیر این آدم در حال دست و پا زدن بود و کسی هم نبود که بهش کمک بکنه من وقتی وارد خونه شدم صدای داد و فریاد همسرم میومد ترسیدم اولش فکر کردم که شاید داخل خونه اتفاقی براش افتاده اما وقتی وارد خونه شدم دیدم که فردی که مشخص نیست کیه داخل خونه است رضا میگه من دقیقا نمیدونم که موضوع چیه اما وقتی وارد خونه شدم این فرد در حال تجاوز به زنم بود و همسرم هم داشت همینطور دست و پا میزد من دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم به سمتش رفتم با تمام توانم هر چقدر میخورد کتکش زدم بعد هم دست و پاشو بستم و منتظر موندم ببینم یه میخوام چی کار بکنم توی این بازه بزنم کمک کردم تا بتونه سرپا بشه بعد هم از خرسم اونقدر که عصبی بودم دیگی که داخل خونه داشتیم رو با خودم به داخل کوچه آوردم و بعد هم داخلش رو پر آب کردم و بعد از اینم که به جوش اومد این فرد رو داخل دیگ انداختم پلیس از کاری که این فرد کرده متعجب بوده با این حال اما مامورا منتظر میمونن تا همسر این فرد هم به اداره منتقل بشه و ماجرا رو برای اونها تعریف بکنه نستارن همسر رضا اما بعد از اینکه توسط مامورا به اداره آگاهی منتقل میشه در حالی که گریه میکرده توی اظهارات خودش میگه هر چیزی که شوهرم گفته حقیقت داره و این نامرد سعی بر این داشته که به من تجاوز بکنه و اذیتم بکنه نصران توی اداره پلیس در تشریح ماجرا میگه قرار بود که شوهرم برای مسافرت کاری راهی اصفهان بشه و من دو روز توی خونه تنها بودم روز اول همه چی خوب گذشت اما روز دوم برای خرید به بیرون از خونه رفته بودم و وقتی داشتم از ماشین وسایلم رو خالی میکردم شخصی به سمت من اومد و در حالی که اصلا نمیشناختم کیه اصرار کرد تا به هم کمک بکنه واقعیتش تعجب کرده بودم و واقعا برام عجیب بودم و از خیرخواهیش حس خوبی گرفتم و برای همین هم بهش اجازه دادم وسایلی که خریده بودم زیاد بود برای همین هم دو سه بار به سمت ماشین برگشتیم و دوباره وارد خونه شدیم بار آخر وقتی من در ماشین رو بستم تا وارد خونه بشم این فرد بهم گفت که اگه امکانش باشه بهش اجازه بدم تا به داخل بیاد و کمی آب بخوره اون بهم به کمک کرده بود و منم با این قضیه مشکلی نداشتم برای همین هم بهش اجازه دادم و این شخص وارد خونه من شد حس کردم که داره وقت تلف میکنه و مدام دنبال اینه تا یه کاری انجام بده اما متاسفانه حواسم پرت وسایلم شده بود و نفهمیدم که نباید بیشتر از این اجازه میدادم تا اون فرد داخل خونه باشه خونه ما ویلایی و یه طبقه است این فرد توی حیات بود و منم توی داخل خونه مشغول جابجا جا کردن وسایلم بودم که یه حس صدای بسته شدن در رو شنیدم اولش فکر کردم که این فرد رفته اما متاسفانه اینطور نبود بعد از اینکه از داخل خونه به بیرون اومدم تا حیات رو چک بکنم گویا این شخص پشت در قایم شده بود و بدون اینکه من متوجه بشم وارد خونه شده بود این فرد ساعتها توی خونه قایم شده بود و خودش رو نشون نمیداد من وسایلمو جمع کردم و خیلی عادی لباسمو و در وردم تا برم به هموم داخل هموم بودم که متوجه سر و صدایی از داخل خونه شدم فکر کردم پس شوهرم از مسافرت برگشته بدون اینکه حوله تنم کنم از هموم بیرون اومدم تا شوهرم و بغل کنم اما با این شخص روبرو شدم همینطور ایستاده بود داشت به من نگاه میکرد و میخندید شروع کردم به داد و فریاد کردن ازش خواستم تا از خونه بره بیرون اما اون به سمت من یورش آورد و من رو بغل کرد و با خودش به داخل همون برد بعد هم داخل همون با زور سعی کرد به هم تعرض کنه مثلا در حالی که گریه میکنه میگه اون نامرد لباسشو در آورد و داخل همون من رو بغل کرده بود و سعی میکرد تا با همدیگه دوش بگیریم بعد هم همونجا به هم تعرض کرد و بعد از اینکه کارش تموم شد با سردوش سعی داشت من رو خفه کنه که از هوش برم توی همین حین بود که من متوجه باز شدن در خونه شدم و شروع کردم به داد و بیداد کردن همسرم سری وارد و اتاق شد و وقتی به جلوی هموم اومد و من و این مرد رو توی این وضعیت دید نتونست خودش رو کنترل کنه و این شخص رو با خودش به بیرون اون برد و تا میخورد کتکش زد و بعد از اینکه اونو از حال رفت دست و پاشو بست و بعد به سراغ من اومد و کمک کرد تا به بیرون بیام من همه ماجرا رو براش تعریف کردم همسرم چشماش پر از خون شده بود و نمیدونست که چی کار بکنه ازش خواستم تا هر چه سریعتر با پلیس تماس بگیریم و از مامورا کمک بخوایم تا بیان بهمون کمک کنن اما شوهرم به هیچ عنوان قبول نکرد گفت باید خودش این نامرد رو مجازات بکنه اونم جلوی چشم همه هم محلی ها برای همین هم دیگه بزرگی که داخل خونه داشتیم رو با خودش به بیرون برد گاز رو به بیرون لوله کشی کرد و بعد هم داخل اون رو پر آب کرد و بعد از اینکه آب جوش اومد این فرد رو در حالی که هیچ لباسی به تن نداشت به بیرون برد و انداختش داخل دیگه آب جوش شانس آوردم اهالی محل اونجا بودن و سریع تونستن شوهرم رو بگیرن و آب داخل دیگ رو عوض کردن وگرنه این مرد الان زنده نبود پلیس اسارات نصران رو هم ثبت میکنه و منتظر میمونه تا شخصی که توی بیمارستان بستری حالش بهتر بشه دو هفته بعد از این ماجرا فرد متجاوز داخل بیمارستان وضعیت عمومیش به حالت عادی برمیگرده و مامورا اونو به اد... داره یه پلیس منتقل میکنن و ازش پیگیر ماجرا میشن ببینن یه قضیه چی بوده این فرد هم با معرفی خودش و تمام اتفاقاتی که توی زندگیش رخ داده بود و من براتون اول پرونده روایت کردم همه چیز رو برای مامورا تعریف میکنه و بهشون میگه که توی این مدت چه اتفاقاتی براش افتاده این شخص همون مصطفی بوده که از افغانستان به صورت قاچاقی راهی ایران شده مصطفی میگه دست خودم نبود شرایط باعث شد تا وارد این خط بشم از یه طرف به خاطر سابقه بدی که توی کار داشتن و به همسر سابکارم دست کرده بودم باعث شده بود تا کسی به هم کار نده و از طرف دیگه هم دوستم که توی خونش زندگی می کردم مدام جلوی چشم من دختر به خونه می آورد و باهاش وارد رابطه می شد همین موضوع باعث شده بود تا من جریتر بشم هر چقدر سعی کردم تا دختری به هم پا بده اما ای نداشت از اونجایی که هیچی نداشتم برای همین هم کسی حاضر نبود با هم وارد رابطه بشه سر همین موضوع هم تصمیم گرفتم تا وارد این خط بشم اولین بار در حالی که توی تهران پارس دنبال سوژه برگشتم بها رو پیدا کردم و با نقشه کار اون رو ساختم و هر چیزی که لازم داشتم رو ازش دزدیدم بعد هم مریم رو پیدا کردم و از اونم هر چیزی که لازم داشتم رو دزدیدم و رابطم رو باهاش برقرار کردم از این کار لذت می بردم چون نه دردسری داشت و نه کسی منو میشناخت که بتونه گیر بندازه از طرفی توی محل هم که دست به این کار می زدم چهره خودم رو می پوشندم و هیچ مدرکی به جا نمی زاشتم. مصطفی میگه هم لذت و هم پولی که از این طریق به دست می آوردم زیر دندونم مزه کرده بود و میخواستم چند بار دیگه هم این کار رو انجام بدم و بعد هم به افغانستان برگردم اما تو همین حین متاسفانه گیر افتادم و شوهر نسترن در حالی که من فکر نمی کردم اون به خونه برگرده منو گیر انداخت مصطفا میگه دوستم توی خونه وقتی دخترها رو به خونه می آورد و باهاشون رابطه داشت از یه چیزایی استفاده میکرد که من نمیدونم چیان و بعد از اینکه توی اتاقشون رو بررسی کردم دیدم که از کاندوم و تم دهنده توت فرنگی استفاده میکنه منم برای اینکه فکر میکردم اینا لذت بیشتری میدن از اونجایی که دوستم توی اتاقش از این وسایل اضافی داشت چندتا برداشتم و هر بار که از این زنها استفاده می و باهاشون میخوابیدم از این وسایل استفاده می کردم. مصطفا در رابطه با انتخاب هاش میگه من از قبل توی محلهای مورد نظر این افراد رو زیر نظر میگرفتم و میدونستم که توی خونه تنها وگرنه دست به این کار نمیزدم اما سر شوهر نسترن اشتباه کردم مامورا اظهارات این فرد رو ثبت میکنن پرونده این شخص رو تکمیل میکنن و به دادگاه میفرستن مصطفا به جرم سه فقره تجاوز به عنف و سرقت و سوء استفاده و اخفال سه زن راهی بازداشتگاه میشه تا دادگاهش برگزار بشه جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه بازسازی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه گزارش پزشکی قانونی تایید میکنه که این فرد به هر سه زن تجاوز کرده بوده و از طرفی خود این شخص از رضا بابت اینکه اون رو شکنجه کرده شکایت داشته دادگاه هم ما شکایت مصطفی رو به جلسه ی دیگه موکول میکنه و توی این جلسه با توجه به اینکه قربانی های پرونده به هیچ عنوان حاضر به گذشت نبودن قاضی پرونده هم مصطفی رو با توجه به اتهاماتی که داشته محکوم به ادام میکنه رفقای گلم رسیدیم به آخر پرونده ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای دختریه که توی بوتیک لباس فروشی کار میکرده و این وسط توی فشم 36 ساعت درگیر تجاوز میشه رو تماشا بفرمایید